احمد حاجی رشید عضو مجلس عراق از اقلیم کردستان در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا حکومت عراق را مسبب همه ناآرامی‌ها در بصره دانست. تی بصره چه دهاتی نوتی بیه چه دهاتی گمرکی بیه چون بصره نو منفذ حدودی هست. طبعا بصره یکی از شهرهایی است که تامین کننده درآمد عراق است. بصره 9 نقطه مرزی جهت واردات و صادرات دارد. بصره در اصطلاح مردم عراق مادری است که شیر بچه اش را تامین می کند. اما بندر بصره از تمام خدمات شهری محروم است. آب آشامیدنیشان شور است. برق ندارند. راه مراسلاتیشان بسیار در شرایط بدی است. نه باغی نه پارکی. میشه گفت از حقوق اولیه محرومند. تمام حکومت هایی که سر کار بودند از سال 2005 میلادی تا کنون، از زمان علاوی، جعفری، مالکی و امروز هم عبادی، وعده های بزرگ به مردم بصره دادند که تا به امروز هیچ کدام عملی نشده است. بودجه مربوط به شهر بصره که در نظام بودجه عراق به آن تخصیص داده شده است پرداخت نشده به خاطر فساد و دست اندازهای حکومتی. اگرچه بر اساس پروتکل دیگری در بودجه عراق با نام پترودلار که باید به ازای فروش هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز 5 دلار از فروش آن به بصره تعلق گیرد، این هم به سرانجام نرسیده است. دولت عراق 16 میلیارد دلار به مردم شهر بصره بدهکار است. این اعتراضات بدین گونه شکل گرفته است. البته مسلح بودن طوایف و عشیره‌های شیعه بصره را هم نباید نادیده گرفت، در خصوص به خشونت کشیده شدن اعتراضات.